خودتون ممکنه اعدام بشم. یه جوری سرنیست میکنم که حذف کنی. خدا حافظ میراث خوره کوچولو. نگرت میدارم. خودم مواظبت. منو ببخش که شب عیدی ازت جدا میشم. خداحافظ کوچولو. ساندویچ پتو مالی که اینجا افتاده به به عید شما مبارک شدو دست سال به این سال ها آره بخنده بی دنیا بخنده منم همیشه میخندم خنده دوای درد ما فقیر بیچاره هست آره تو مثل من تنهایی اما نمیدونم تو رو کنم پس فطرت اینجا تنها گذاشته و رفت حیف که کاری دستم ساخته نیست برات بکنم خودم شخصا سر گشنیزه می نمیذارم نیمشه یه پول ندارم نگاه اشکی توش ثقافم نمیزنه خب
خدافیز ایشالله یادم حسابی میاد و از سر راه ورت میدم شروع کردی؟ من که گفتم دستم هیچ کاری بره نمیاد خودم هشتم گروی تشتم کجایی کاری پدر نیم مرزیده باری کلا جونم فهمیدم تیفلی چیز فهمی هستی خوب مزاحم خندتی نمیشم خدا حافظ جز او کسی دیگری نیست این بچم شب عیدی ویل کنه ما نیسته آخه مگی تو زبون آدمی زده سرت نمیشه گفتم منم از تو بیچاره ترم از تو بدبخته ترم آخه نمیتونم تو رو یدکی بکشم دروز دروز لب به قضا نمیزنم اجبارن ریشی میگیرفتم زبون آدمی چی زفم خب خداحافظ شما وای شیطونه میگه میتونی تو پایی برو روشا باشه بنیم یه فکری واسه تیم کنم آکردونه من باشه دخه بکی بگم میخنه دی به روح پدرت بخنده ببین شب عیدی چه کاری دست ما دادی بوری جک یار رو تو کت خدا را نمیدادن سراغ دیو میگیرم بفرما اینم کالباس زود بخور بزن به چکار بابا پاشو میخوان ببندیم تعطیل کنیم دم شب عید ما آرمانی شما مسلمونه کاج روشن میکنین جشن میگیرین اما شب عید خودتون سیامست میشین عجب دارش زمونه شد یا یه بوت عرق سه بوت ویسکی دو تا شامپانی میشه 470 تومان خانم بیا بقیه شمال خودی هل ملان کی لم هل ملم لم هل ملم لم ببندیم تعطیل کنیم دیگه بله خان سلام پرتاب شد میسی بدا شلی که سلام عید شما مبارکی دوم به مهم پیشن رکی آهای بابا این که عید ما نیست عید ما جا بیا رسته میگه عوضی اشتباهی شد ببخشید آقای موسیو تو رو به حضرت عیسی این بچه رو بگیر و گندش بابا من خودش 13 تا طول نون خوردم خب اینم بذار روش بشه 14 تا که از نحسی در بیادش حواسش پرتی منم میخواد یکیشو بذاری سایی را که بشه 12 تا بس به چی درده میخوری؟ راست یادش اومد ببن بدون خانم که تنها داره را میره اونجا نه نه ای بای نه همون خانمی که پدر رو دیگیره همون نمیخواد نه نه به اون خانم نه به اون خانم نه چی نه به اون خانم نه چی را پس به کی بدن به اون خانم ندن پس به کی بدن من به خودم خانم خردشته باشی نگاه کن پسلا که بگیر یه او فتادشی نگاه کن وای چی پسر مامانیه وای مگه شما پسر را رو لباس میشنسی خودم بپوشینم نه 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 منظورم این بود که بچه قشنگه قشنگه ها خب بفرمایید حال شما ای رستی اسم قشنگی شما چیه خانم خوشگله هدیه به به چه اسم قشنگی فرمودین اسمتون چیه شما که گفتین چه اسم قشنگی شما که گفتین منظورم صداتون بود هدیه ببینین اگر این جانور پسره بود اسم من روش بذارین ریزا اگه خدای نکده زبونم لال دختر بود اسمش بذارین هدیه خب مزاحم من نشین من خیلی بیکارم خواهش میکنم باشه پیش شما نه خیلی باشه پیش شما از کد به خاطر من این کارو بکنم به خاطر شما آخه خیلی خوب ولی آخه چرا اونجا خونه من از اون بره برید دیگه این دختش به من هدیه بله کجا این وقت شدی؟ اومده بودم هواخوری تو این سرما تو کی منو دیدی؟ همین الان خیلی خوب بریم خونه الان دیگه مهمونا رسیدن
میکنیم. فقط آقای شریف اینجاست که اونم اوضاعش قاطی شده. ما از خودمون پذیرایی میکنیم. چطوری؟ بیکار وای نشونی بیا شریف کجاست؟ آقای شریف حالشون به هم خورد رفتن بالا. خب شما که از خودتون پذیرایی کردین خونه خودتونه. اینا رو نگه دارین شما برای این مرتی که معتاد و بیارمش پایین. جواد؟ بله خانم. من امشب تو این خونه نمیمونم. چه مرگته؟ باز خماری؟ کجا بودی؟ من که مردم. خبر مرگت رفته بودم خرید. تو داری تمام دارایی منو با این گرد لعنتی به باد فنا میدی. نزد جان نزد جان، تو منو به این روز انداختی، تو منو این دار گرفتار کردی. من گرفتارت کردم؟ تو یه نوازنده یه بدبخت بودی، یه پیانیست بیچاره. یادت رفته توی اون بیغوله کثیف و اون زن کلفت زده مثل کرم میلولیدی؟ خوشبختر بودم، خوشبختر بودم. معلومه توی اون زندگی فقیرونه بیشتر باید خوش میگذشت. تو همیشه پس بودی، یه پست دروغگو. تو به من نگفتی یه طول پس انداختی، بلا هیچ وقت با تو ازدواج نمی کردم. بچه جم کجاست؟ بچه تو گذاشتم خونه یکی از دوستان. خیالت راحت باش. نصر دست خواهرت. پشیمون شدی؟ دیدی اینجا از خیابونم سردی تره؟ ببین چه اتاق سرد و بیروحی دارم. آخه تو که زبون فارسی سرده نمیشه، منم که زبون دیگه ای بلد نیستم. ببینم منقلمون در چه حاله. ببینم نکنه گوشنت شده باشه. من خاک عالم بر فرق سر من، اصلا یادم نبود. بختانه یا متاسفانه کفش کهنه یا لحاف نیم دریم ندارم بهت بدم بخوری. هی ببینم، هی خی برات کارمون بزنم. هن میخند پر رو. دمری میگذره به خواب این آزنینم و ای منم پیشیت میشینم میترسم تا بخوابم خوابای بعد ببینم. لالای از ریزا این
انشالله چشم شیطونی کر این دفعه دیگه حتمه نه حرم من برمی کپمه بیدار خوش گذارم عبیان آره قده خودم دیده برم چون هر دومون مثل همین نه کار داریم نه زندگی ما هر دوی دنیا غمی بناه خیر ببینی و یه روز بیکار نشینی و بچه میتونی خوابای خوش ببینی منای چیه مگه تا حالا بچی آدمی زدی ندیدین فهمیدم آقا رضا چشم و دلم روشن تو که زن نداشتی ناجیز پس این بچه از کجا اومده نمیشه بی زن بچه داشته باشه اصلا تو با ننشی چی کاری داری یعنی میخوای بگی که ای با خدا مرگم بده ای با خدا دشمنتی مرگ بده خب حالا هرچی از بچه خودم به هیچ کسی مرتبطی نداره هن من استیدا کردی؟ خب حالا پسره یا دختر؟ والا امتحانش نکردی من میگم پسره من میگم دختره سب کنیم بذاریم ببینیم معلومه میشه نه باید نمیشه کنیم سب کنیم من خودم ببینم پسره یا دختر نه شایدم دختر باشه مردا برن کنار ببخشی دادم باید خیلی بد باشه که نفهمه بچهش پسره یا دختر باعث سری شکسته تگنی یا سب کنیم ببینیم شاید پسره بود نه خب شایدم دختر باشه شایدم بیطرف بود ببخشید بازم عوضی اشتباه باشه نداره پسر باشه که عیبی نداره شاید دختر باشه بارو کنار بینم خب بگیم کناره بتا کنم همونو بپوچونیم تمام نشد ای با خاک عالم پسری یا مرده پسری پسری پس خدا رحم میکنه چجورم خب تو بیا شیرش بده من که دخترم شیرم کجا بود تو بذار دهنش اینه کجا میتونه بفهمه تو دختری یا اینکه زنی باش بیا چی کار میکنه؟ شما ها کدوم نختری نگاه میکنی؟ بچه رو درویشتونه چشی میکنی نه؟ من میرم براش قنداق درست کنم کجا رو نگاه میکنی؟ آجا نه بچه رو نگاه میکنم پینتیلش تمام نشد فقط اینجا چشایی من نخواه بگیره بگیره امسال برای همه مطالعه خیلی چون خدا این ادیه بزرگو به ما داده بی خود خودتون قطعی ما نکنین بچه مال منه خودم پیداش کردم خودم هم بزرگیش میکنم بده ما بزرگش کنی تا بلد نیزی کچیکش میکنی و میرم اندر زگاه دولتی قاطی مادرهای بی بزاهی بچه داریم یاد میگیرم بیاین برای چه قنداق درست کرده بده دشمه بخور بینم کوچولو دستت بره زیر گله کی میگه مرده نمیخنده بستی بچه که این شب عیدی به افتخار هدیه بزنیم و بخونیم و برخصیم خب بزنیم خب بزنیم خب بزنیم خب بزنیم خب دبقه سفم حاضر اومدم برو بالا نیفتی یه کاری بکنه برق بگیره تته نگاه تو رو خدا اینا جد آبادی دزده بودن ما خبر نداشتیم از اهر کا پمنو
تا به جنبی عهد شیرین جوونی میگذره عیب نداره چون که هر روز بچه هات بزرگ میشن گرچه عمرت مثل برد آسمونی میگذره همه قنداغا رو بلعید نکنه خیال میکنه آب لوله کشیه آره من میرم براش قنداغ درست کنم برگردم نظری فرار کنه الان میارم حالا چه خاکی بسرم بکنم این بچه اصلا به خواب نیست شستش هم جا بندازم حالا شیرینه چقدر بچه داری بهت میاد این بچه چقدر گشنه‌شه اینم قنده داغ بده من وقت چقدر بچه داری به همه تون میاد ایلا من بیچاره خب بذارین وقت خواب دیگه بذارین کرسی رو داغش بکنم همه بخوابیم چی شده؟ ما از این چیزا تو این خونه نداشتیم چونم بخوردیم اونا اینجا بودن کجا رفتن پاشو بریم دیگه دیر شده پاشو بریم پاشو پاشو بریم یالا از من بده تو میاد یالا یالا چون من بچه رفتیدم دارین ترکم میکنین آره حالا کجا اینجا بودین باید دیگه بریم آقا نشا اینطوری بخوابونمش قنداق بهش بده قنداقو گذاشتم واسه صبح انگشتو بشور بزن دهنه آره انگشت بیافتی جلو بریم شده بیلیت
جون من ویلی کن سو تا شب نکیدی سیر نشدیده ویلی کن دیگه ویلی کن یا بسم الله اینو میکیدی یا زبونی تا بهش پیوند زدی حالا یه شست داریم یه دونم هفتاد و پنجه مادران عزیز خوب توجه بفرمایید خیلی خوشحالم که شما مادران عزیز همگی در اینجا جمع هستید و میبینم بچه هاتونم با خودتون آوردین همونطور که در جلسه قبل گفتم موقع شیر دادن بچه نوک سینه رو بمالید تا نوک بندازه البته این کار برای خانمایی که سینه هاشون کوچیکه لازمه و باید بمالن تا نوک بندازه تا بچه بتونه نوک سینه رو بگیره درس امروز ما کنترل موالیده یعنی جلوگیری از زیاد شدن بچه همونطور که میدونید جلوگیری بر دو نوعه مستقیم و غیر مستقیم مطلب مهمتری هم باید در مورد عادت مانع خانوما در این جلسه بگم ولی اول میپردازیم به کنترل موالید یه عمره که میمیرم آروم آروم بیا پیشم ببین
تو لیسانس تو گرفتی؟ خب حالا دیگه هدیه لیسانسی حقوق شده، دیگه ما میتونیم هر جرم و جنایتی که بخوایم بکنیم. سنار بده آش به همین خیال باش. هم به اون حرف داره. بذار تا دم مدرسه ما هم باهاش بیایم. بذار نه، امروز روز اولی سالی مدرسه، چه جلوی شما جدا گدوله ها آبروش میده. پس این گردنش بنداز نظر نخوره، بابا مریض بود اینو براش فرستاد. خب ایشالله رفع سلامتی بشه. اینم که خره مورست برای گردن خود تو پدر ناموش. منو داشتم یه جبرنگ واسش خریدم. خوب داداش این دفعه خیلی قشنگ ممنون. خیلی قشنگه. اینا جبرنگ منو خداوند دست بده تو از ریشه قطع بکنه. خب دیگه باج کافیه. آخه خسته شدم چقدر باج سیبیل بذارم تو کیف این. خب دیگه شما ها اینجا وای نسین زحمت کم کنین آبرومون نمیبرین. همش نیم سیر آبرو داریم با اون لباساش. من مدرسه نمیرم، مدرسه نمیرم. چی؟ نمیری؟ مگه میخوای مثل منه بشی؟ مگه تو چه عیبی داری؟ تو از همه دنیا بهتری. نه بابا جون، من به نظری تو بهترم. بابا تو هم با من بیا بریم مدرسه. دهیک؟ اینو باش، من اصلا مدرسه بدم میاد. پدر مادرم خودشونو کشتن که من مدرسه برم. نشد که نشد، اگه محض خاطریتو نبود از دم مدرسه من ردی نمیشدم. بابا اگه تو بابا نیای مدرسه من اصلا مدرسه نمیرم. تو برو مدرسه، من زنگ تفریق میام پشت پنجره ملاقاتی. خب بیا قربونه قد و بالت برم، این سنده پیچ خودم برات ساختم. هر وقت گوش نشد به هیچ کی رحم نکن، خودت تنهایی بخوره چه. خب من نمیخورم. خب بیا قربونش برم، دست پای من ردی نکن، هر وقت میل داشتی بخوره چه. خب خیلی خوب. ببین پسرم، من تو رو مدرسه آدمای پدر مادر داره گذاشتم، کلی پول بابت دارم. اگه تو مدرسه نری پول من اون وقت حروم میشه. خیلی خوب باشه، میرم. خیلی شدی پسر خوب. خدا هیچ مادری رو از فرزندش دوری نکنه. خیلی ممنون، متشکرم. خوب شد به اندازه سن آقای شم روشن نکرد، وگرنه برای خاموش کردنش آتش نشونی رو باید خبر کنم. یخ کنیم. نه میخوام بدونم تا حالا سابقه داشته که مردا سنشون رو کم بگن. چی گفتی مرد؟ کاشکی یکیشم بودی. شمه ها نگاه کنه که به خاطر تو از سقا خونه کشی رفته شده است. به شکوفه ها بنگره که همدم به خانم در ساختنش افتضاح کرده است. به قیافه ها بنگره که از جهندم برگشته است. تولدت مبارک، تولدت مبارک. این گلو از باب یواشی چیدم من، میاشم و رفوتو اینا رو دوز دیدم من. تولد تولد تولدت مبارک، مبارک مبارک تولدت مبارک. ببن چشم و گوشت رو تا صد سال زنده باشی، الهی صد و بیست سال و بالی بنت باشی. باریکلا ناز نفس ببخشید، ناز رفت که مرید. حالا کارم این سوسته اولا اون میگیرم. همینطور که تولده تو علا بختی که جشن گرفتیم، اگه سلط اول شد یا دول بشی به همه جماعت علا بختی که یه پرسه چلو کباب. آه! ببینم شما ماشین نداریم. نه نداریم. پس باباست نمیاد دنبالی؟ چرا بابام میاد؟ من کارنامه‌مو گرفتم.
گواهینامه‌هاشش. اینم کارنامه. شما چرا ماشین نداری؟ چرا داری؟ منم راننده شدم. بابا یادت هست قول دادی اگه سلط اول شاید اول بشم به هم نها چلو کباب میدی؟ یادته؟ نکنی یه وقت زبونم لال شاگرد اولی شده چرا باشی؟ شدم؟ تو بی خودی کردی شاگرد اول شدی من تو این آکاردون چطوری میتونم چلو کبابی در بیارم بدم اونا کوفته بکنن؟ مسخرشی در آورده اقلا میزه شیستر برج مردم حقوق میگرفتن بعد شاگرد اول میشدی حالا من بیچاره سیخ کبابم ندارم بدم اونا بیلونو بونم خب قبی نداره به بقیه نمیگیم خودمون میریم چلو کباب میخوریم خب یه بریم من آکاردونم و گیرو بذارم کارده بخوره به اون شکم کارده تیز بخوره راهنما بزنیم بریم تو این خیابون چقدر راه بریم خدایی خب همینجاست بابا اینم چلو کباب خب هسته که هست به من چی که چلو کبابیه میخوام هفته سال سیایم باشه من همش دهتو من ندارم من نمیدونم من چلو کباب میخوام بابا بلیش کن این چلو کبابش مسمومه تو شکاربیت میریزه همه ی دنیا می نمیدونن حالا تو بیا بریم برفه بخوری به بلای بهتره چلو کبابه پنیر و پیستی بس دیگه بابا قوت نداره یه ساعت دارم راه میام لاکری در گفتم من همش ده تومنه دارم قارمونم همه گروم گذاشتم همین ده تومنه گرفتم الان برسیم خونه احمد آقا ازش یه دهی قرضه میکنم و چلو کباب میریزم تو اونی شکمت بیلم کن دیگه تو که منو کشیدی به خدا نخیر نسخه این دکترم دردی از من دوا نمیکنه خب یه ذره کمتر بخور بیخ دلت گیر نکن گم شد تو هم با اون حرف زدنه برسونیم صاحبش بیا آهای صاحب ماشین آهای صاحب ماشین صاحب ماشین بالا پاپوی نداختی صاحب ماشین آهای وای صاحب ماشین وای تو بیا آهای بیا آهای صاحب ماشین وای صاحب ایست خبری هر ماشین صاحب ماشین سلام قربان سلام سرکار بفرمایید متشکرم حالا اگه ناهارو حاضر کرده باشن خوبه تو با این رودل دیگه چطور میتونی غذا بخوری آخه بیا همین جات زنگی زنگی چه خبره اومدن خیلی با کی کار داشتی؟ با آقا یا خانومه چی کار دارین؟ کار یه کار خصوصی داری برم ببینم تشریف دارن یا ما خودمون الان دیده میشون که اومدن تو خونه نکنه اینجام عوضی اشتباهی شده هن؟ حالا هستن یا نیستن با شما کاری ندارم آخه ما فامیل اون خانوم هست فامیل خانوم؟ اره هستیم خب بیان تو بیان تو خب اومدیم تو دستت شستی نشستی سر غذا؟ آره شستم بابا تو مسخره هدیه زودتر بیا پایین غذا سرد میشه خانم دو تا از فامیلاتون اومدن کارتون راست میگی؟ بله فامیل من؟ این موقعی روز؟ بی خبر؟ مردم هیچی سرشون نمیشه برو بگو نیستن اونا میگن خانم از دیدن ما خیلی خوشحال میشه ضمناً اونا شما رو دیدن همراه شما اومدن الانم پشت در هستن بابا چه بوی قیمه پلوی میاد دلم داره خار رو قور میکنه پسر این بوی گربه سبزیه قیمه پلو گربه سبزیه قیمه پلو گربه سبزیه بابا قیمه پلوه آخه پسر مگه تو تا الان قیمه پلو خوردی که بفهمی چه بویی میده مگه تو قرمه سبزی خوردی که بفهمی بوش چیه فعلا میذاریم کنار صرفه نداره یا الله تو هم داری میگه اشکالی ندار چه قدم گنده و گشاده یکی بیده که آخونه برد منی که گفتم گربی سبزیه برد سلام بله اقل پاقتون تو خیابون وا شده بود براتون آوردی میشه با یه مقدار اختف تمیزشم میکردیم مگه نه آره درسته آره
خیلی متشکرم، عوضش بذارید بهتونم. بذارش تو جیبت احمق، همه پولای منو اینجوری داری به باد میدی. برو گم شو برد که دوست. با کی بودین؟ دوسته؟ با شماها بودم. با ماها بودین؟ بله با شماها بودم. شما دو نفر همونهی هستین که پریروز پخش صوت ماشین رو دوست دیدی. الانم اومدی خونه رو دیب بزنی که شد راحت بیاین دوستی. دوستای بی همه چیز احمقا. بابا بل کن زن، بی خودی به مردم تهمت نزن. خفه شو، من میدونم چیکار کنم. برو پاسبان صدا کن زود. چشم خودم میرم میارم، دوتا میارم. کجا داری میری؟ بیا اینجا وایسا. وایسا کسی حق نداره به بابای من توهین کنه. بابای من یک کارگر شرافتمنده. خفشو نیم وجبی. خودت خفشو. دستم بلند کنی تیغ باشی شاخه هاتو میشکنم. من میبایستی جک میردم عوضی کقا بودم. سنگینی تو رو من نمیدی که یکی بلوی نهارم برده. بینا بیار جا. آقای پاسبان این دو نفر دزدن، ببرشون زود باش از اینجا ببرشون. بود این گمشین زود قیوم زا بیفتیم بریم. پدرشون در میاد زودتر. این دوزمی که تو بلافتونی بی همه چیزا دوزد. میدونستم تو آدم حسابی هستی و فامیل این بی پدر مادر نیستی. آره کجاست اون شاعری که میگه سرکار جون خوب گوش بکنه؟ سرکار قالپاق چه میشه؟ از بیه کلانتری باید زمینه پرنده میشه. حالا باید چشما با داریم دنبال قالپاق. تو نیکی میکنه بعد از این قالپاق هر کسی بیافته برش. نمیدارمه که نمیدارم. سرکار جون قربونه قدرت بزه این بچه به مدرسه. مگه اون با توه؟ مگه اون با توه چه این پیستری منه؟ اما مدرسهش دیری میشه، خود من همه پاعت میام مطمئن باش. حجه بابام بره، منم باش میرم. خیال کرده اونجا دونه حلوه خیرات میکنن. برو پی کارت، حالا سرکار بخشیده اون نمیبخشه. هرجا تو بری، منم باید تو از اونا میخوری؟ نه بیا این ده تو منه بگیر، برو برای خود چلو کباب بخوره. من میرم کلانتری، اونجا هم بهمون نه چلو کباب. نه بابا تو اگه نیای من چلو کباب نمیخورم. بی خودی میکنی، برو کوفته بکن. من بابا تا هرچی میگم باید گوشی بکنی. عشق آدم در نگرن بیل کنی نیستم. اما سرکار مام این کاری نیستی به مرگ خودتا. امشب تنهایی میترسی، میخوای پاشو بیه اینجا؟ نه خیر. آخه پسر جون تک و تنها چرا؟ مگه ما دوستای تو نیستیم؟ من امشب میخوام تو جای بابام بخوابم. آقا رضا بیان ملاقاتی دارن. ملاقاتی؟ ما دیگه کسی رو نداریم ملاقاتمون بیان. همسایه ها که اومدن. ها حتما یکی خارج سیری بیست. هن تو چی را اومدی اینی جان؟ من نمیخواستم تو هیچ وقت منو در بند ببینی. سلام بابا، حالت خوبه بابا؟ دلم برات یه ذرتی شده الهی قربونی قدی که برم من. بابا برات میدو سیگار بردم، کارمونت هم بردم. ببین پول از کجا آوردی؟ نه کنه هنوز چلو کباب نخورده باشی. باشه هر وقت اومدی بیرون با هم میخوری. اسمت رو نیست دیر میشه، زودتر بودا. چشم هدیه یه دقیقی سبری بکن. چیه؟ این دهتی منه بگیر، همین امرو چلو کباب بخورم. چشم بابا هدیه بازم سبری بکن. بله بدش. میترسم امروز مدرسه دیری بشه، چلو کباب و فردا بخور، دوغم بالاش بخور. چشم بابا یادت نره ها. خدافز. خدافز بابا. برو دیگه برو. چقدر من مادر مرده باید زرجری بکشم. نره بچه ها پسرم از پولی چلو کبابش خریده، حالا من با شما اراذیل اوباش تقسیمش میکنم. دست پاچم نکنیم به همه تونم میرسه. این مال تو، اینم مال تو، اینم مال تو، اینم مال تو. با پوسته نخورین که رو دیلی کنیم. آقا لیتا مال من چه خیلی خوب مال من بیه. پس شما مزخون چی بود اینو ما نمیدونستیم؟ آره پسرم میزخونم و برام آورده. این میزخون مال خودی خود خودمه. حالا دیگه حوصله‌ام سرتر نمیره. آقا رضا باز ملاقاتی دارین. باز ملاقاتی؟ بگو آقا رضا سرش گرمه با یه مشگر و کچل کن. آقا رضا چینه
یه خانومه. خانومه؟ بوری در با کنی چی صدای زن اومد. بوری در با... تحمل ندارم. این خانومه کیه؟ چی رو بر... هن هن چی گفتی؟ ببخشید من شما رو بیجه نیاوردم. شما چند وقت گارمون میزنی؟ من شما ایشان هفشت سالی میشه. ببینم هفشت سالی پیش شب عید. نه عید یه پسر خودمه. خودم گندش کردم، بونداغش کردم، سر تا پاش گرفتم. بچه خودم به همه دنیام شاهدن. بفرما منم بزن. شاهدم. خوب داره یادم میاد. ببینم اسم شما رضا نیست؟ پس شما نمیخواین اونو از من بگیرین؟ چرا؟ اسمم رضاست، اونم بچه خودم. ها گفتین اسمش هدیه است؟ بله. خب اسم منم هدیه است. فکر نمی کنین اسم منو روش گذاشته باشین؟ که این مخیل آمسته به من کار نمی کنه. شما همون خانمی هستین که چشمتون با آدم امرو نهی می کردش. با خواهرم و شوهر خواهرم دعواتون شد. وقتی شما رو دیدم دلم هر ریخ بایی. پس اون ناکسا که ما رو انداختن تو اچر کسو کار شما نه. ولی من غرزه جون تو رو نجاتت میدم. الان چند روز دنبال کارتم. آخه من لیسانس حقوقم. نه باری کلا، حتما حقوقتون خیلی زیاده. من از سادگی تو خیلی خوشم میاد. بلا نسبت خوش مدنی هم هستم. چی شده بابا؟ میخوای رو دست ما حالا بلند بشی؟ پیش بچه زبون بدم بگیر، مدرسه دیره میشه، برو گوشمو. من با ماشینم میبرم. نه اون چیش میشکر خودش میره، شما باشین پیش من کار داری. من میرسونمش، آدرس و تلفنمو بهش میدم. میخوام شما رو بیشتر ببینم. بزن بریم. خراب شده. امروز راننده شما نمیاد؟ نه سلامت. بابام چند روزه که رفته مسافره. کی برمیگرده؟ معلومه. مامانت هم رفته؟ من مادر ندیدم. معذرت میخوام، نمیدونستم. ناراحت شدی؟ نه من دیگه عادت کردم. پول لازم نیست. بیا گرم شو. بیا گرم شو. حالا بیا. هدیه خانم زیمانت می کرده آزاده شدم. همون دختره که تو زندان دیدمه؟ همون. اما عجب چشمایی داره. اون به من چند دفعه سر زده. یه جعبه بزرگم برام شیرینی آورده. میخواست به هم پول بده، من ازش نگرفتم. آفرین پسرم، آدم خوب نیست از مردم پول نگیره. بابا بریم چلکه ها بزنیم. نمیذاری یه تنفس راحته بکشم. آخه من اولق پولم کجا بود تا همه چلی کباب چلی کباب در آوردی؟ مگه پریشب چلی کباب کوفته نکردی؟ من که گفتم هر وقت اومدی بیرون با هم میخوریم. پولیشی چی کاری کردی؟ حد کردم.
خدا یکی است و به جز او کسی نیست از برای من احمقم همین ده تو من باقی سیبای کش خدا یه زدن از جیبم نه رفته بود لای گیستم خب چرا با حسرت من نگاه میکنی باشه سر قولم هستم شاید اول شدی بایدم چلو کباب بخوری همین ده تو من باقی مونده ساعت همم که فروختم من نهارم تو هلوفتونی جد خالی خوردم بریم حالا تو بخوره بریم دوغم بخوری یا بریم دستتو بده من خب رسیدیم باقی بری نه بده من بیام تو من که گفتم تو زندون نهار خوردم اتفاقا اونجا به همه چلو کباب دادن الا به من قربونی تو چی میخوای آقا کوچولو؟ سلام. سلام. چی میخواستی جون؟ اومدم چلو کباب بخورم. بفرمایید اونجا بشینید تا براتون بیارم. اصغر آقا ببینی کوچولو چی میل دارن. کبابش خوب پخته باشه هن. چلو کباب سلطانی با کوبیده اضافه. نوش جان. دوغم میخواستی. این من داشتم دیسیر میخوریدم بیاد بابا بیادی که مجلس بیریا بابا نظر میتونی بدیم آخه آبرومونه میره بگی بشین بابا بشین آخه پول عقد پول اینا رو پول امروز این هم پولی که تو زندون به من دادی بگی بشین با من گربونی تی بیدم جون راستی بابا امشب مدرسه همون جشنه گفتن خانواده همون باید تو جشن شرکت کنن خانواده از کجا برات بیارم توجه بفرمایید امشب با کمال افتخار میخوام دانش آموزی رو به شما معرفی بکنم ساکه. که هم در شلش اول شاگرد اول شده و هم هنرمندترین بچه ایم پیشرفت هر معجل در درس و اخلاق و انضباطش مرهون توجه اولیای اون بچه است به خصوص مادرش حالا خواهش میکنم مادر بچه تشریف بیارید مادر بچه بیان این بالا خواهش میکنم ایوا خود مادرش خود منم خودم در کپاشی دیدی فیتم من مادرشم درم نمیام بالا این خودش اجازش داده خودش بابا مثلا من اصلا نمیتونم بگم باباتون چی میزنه همه چی میزنه خواهش میکنم برید من یه دستی میزنم خواهش کردم نگی یارو نگفت اومد یه دستی زد و رفت آخه جنو برم تو این ارگی گره چه ارزونه قیمته ولی خب ناقابل برای ما برو به امید خدا ببینم چی میشه یه وقت ناراحتی نشی
صدای من یتیمی بی پناهم جان گدازد توز آهم بی گناهم مهر مادر من ندیدم زهر تنهایی چشیدم صدای منی تو بابای منی تو رضای منی تو بابای منی تو خدای منی تو رضای من تو بابای من تو خدای من
خیلی با استعداده. من تهیه کننده یه برنامه تلویزیونی هستم. میتونم از وجود اونو پدرش برای تهیه یه برنامه تلویزیونی استفاده کنم. پاتی جان کسی به تو سک داره گمونم پاتی جان. آتشه که تو افتاده بدونم پاتی جان. بشنم دونه بدونیم موهاتو شونه کنم. درم از خصه میمیرم چه چی رو بونه کنم. من میخوام دست من با خودم صحبت میکنم. اگه موافقی هم بودم ترتیبشون خیلی متشکرم. شما بفرمایید اونجا بشین. اونجا اگه فرمایشی دارین به بنده بگین. پاتی جون چشم تو تک داره گمونم پاتی جون. آتش چشم تو افتاده به جونم پاتی جون. آفرین بر شما. شما 50 امتیاز دارید و حالا 480 امتیاز دارید و حریفتون 490 امتیاز داره. یعنی چی؟ خب آخرین سوال مربوط به خانه‌داریه که فکر می‌کنم خانم بتونن اون جواب بدن. نمی‌دونم این سوالو خانم حتما میتونن جواب بدن. لطفاً شما بگید اگه بچه قنداقی مریض نباشه و گرسنه‌ش هم نباشه چه ناراحتی میتونه داشته باشه که گریه می‌کنه؟ آقا ما بگیم ها حتما تو خودش جیشی کرده یا پاشو عرق سوزونده. باید قنداقیشو عوضی کرد، خوشگیشی کرد، لختیش کرد، پودر تالکم باید بشه بزنیم، بعدم باید قنداقیشو ببندیم. هرچی باشه مادرهای مثل من بیشتر بچی در میدونن. آفرین بر شما، شما 500 امتیاز آوردین و برنده 100,000 ریال پول نقد و یک دستگاه اتومبیل آخرین سیستم شدید. من رقم قطعی بهتون گفتم، شبیه 1,000 تومان برای یه برنامه. در غیر این صورت ناچارم با تئاتر شریف قرار داد ببندم. نه خیر، اونم مثل این سگ زرد برادر شغال. 1,000 تومان زیاده. خب پاشید بریم. به درک بفرمایید، اینجا هر چی خودتون میخواد بنویسید، من که حرفی ندارم. بفرمایید خودتون بنویسید. من قلمو میدم دست خودتون. خودتون میدونین و انصافتون. اینم قرار داد جاشو خالی گذاشتم. اقلا خانم جان بنویس شبیه 800 تومان. باور بفرمایید ضرر میکنم. حرفی میزنی تو؟ نه خیر، مثل این که اصلا گوششون بدهکار نیست خانم جان. نه طلبکار گوشی. خیلی خب، شما که وکیلشون هستین اون زیر رو امضا کنی. تلفونی نیست. مبارکه.
زنی زیر باب بله زنی زیر آبافتی بله پشت کوهن دختی بله 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 بارات اومده چی چی آورده ناخود چی کشمش بخور رو بیا به صدای چی به صدای گا عاشقای سینه چک که میشم بی خودی حنا خبر رو بردار بیا به صدای چی؟ به صدای گر به صدای غم زندگیمونو بفروشیم تا عطر درست کنیم. هی من گفتم بریم کاوره بخریم، تو هی دم از هنر زدی. آخه تو این مملکت کی دنبال تئاتر میره؟ تمام تئاترمون برنامه‌اش عین کاوره است. حالا میگی چیکار کنم؟ چمچاری مرگ. سالونو نگاه کن، توش پرنده پر نمیزنه. عوضش تو کاوره بغل دستمون از وقتی که این پسر این نیم وجبی رفته سوزن بندازی پایین نمیاد. اونم تو تاروندیش. یادتون روزی که باباش قالپاقو آورده بود چالم شنگی به پا کردی؟ حاضر شدم دو برابر پولی که اونجا بهش میدن بهش بدم، ولی محض خاطر قیافه مرحوس تو حاضر نشد بیاد. نره بیارین اینجا، اینا رو ببرین اونجا، اون نرم بیارید اینجا. مبلو گفتم بردار بیار اینجا. به چیزی هم دست نزنینم. آخره سر همه چیز داره میخورم. خدا عوضی به تو بده جواد آقا، خودت گله بودی، اقلا یه چیزی میآوردی که خوش عطر تر باشه. بابا تو که خراب کرد به قضیه رو. اره یه مش میده تندلی هست دور هم میچینیم و میخوریم. نه بلا حمال مفت خوب نیست بلا بخدا. آقا رضا مگه قرار نبود پول هدیه رو براش پس انداز کنیم؟ نه بابا، من نهار رو از شبی 25 تومن خودم میدم، مال اینو همشو پس انداخته کردم، رفته تو حساب خودش. نمیخواد بل خرجی کنی، خلوت کنیم بابا دیواره که تشریف دارم. بفرمایین تو. اینا دیگه چی؟ لباس براش خریدم. بدکی اینا چه لباسی خده؟ عجب نرمه با این خونه. زندگی سلقه هدیه خانم خودمونیم، خونه خودمون امنتر بودش. بابا یادت
خودت میگفتی یه روزی یه خونه حسابی برات میخرم. اول اندش خونه خودت، دوم اندش خرج خونه با منه. کجایی؟ اینجاییم، قایم شدیم. سلام. سلام. قرار داده بازی تو سه تا فیلمو براتون امضا کردم. هر فیلم 30,000 تومان. دیگه هر چیز دیگه اولش. یه مسافرت 3 ماه هم در شهر هم برای کنسرت دادم. همین روزا باید برکت کنی. یا الهی توری از ما بابا. نه، هیچ بود تصادف وحشتناک رو. برو آقا. بیا جلو. دوستان به جرگم جونم دیگه این لباس ها اصلا به تو نمیاد. نمیاد؟ مگه کجا رفت؟ برات یه دست لباس عالی گرفتم. لباس گرفتی؟ خیال کردم تخمست. من آخه همش تو فکر تخمم. حالا کجا برم عوض بدلشون کنم؟ خودم میدونم بهتره برم توی مستر. لباست خیلی بهت میاد. حالا بابات هم مثل تو میشه. عالی شد. وای چقدر ماه شدی. چی؟ فقط اون کلا چیه سرت گذاشتی؟ خیلی خوشگل شدی. بح اینم شد قیافه. خودم تو آشپزخونه نشین اختم. الان جیره میخوره. عمری گشاده پوشیدم. حالا نمیتونم تنگه بپوشم. اتفاقا این لباسا خیلی بهت میاد. نه خیلی. نه شما میخواین این لباسا منو محاجب کنن. الان قبلا میگیره. روحت بگیر اونور. من برم همون جایی که اول بودم. تو مستر آه. ما تا وکیلی مثل شما داریم، غم کمی نداریم. کشکی یه طوری میشد که بیشتر شما ما رو میدیدیم، یعنی بیشتر شما به خدمت میرسیدیم. امیدوارم از طرز کار من راضی باشیم. اختیار داریم، سگی که باشیم که ناراضی باشیم. بابا منظور دیگه ای داره. آخه رسه میگه قربون دهنت که فهمیدی. اینجا تو باید وکیل من باشین. بله بله ببخشید. همه این بلاها رو تو به سر من آوردی. خب اساسی خونم که حراج شد، خیالت راحت شد؟ آخه کاباره‌داری هم شد کار. کاباره‌داری چه بیداره زن؟ مگه کاباره لیزا که شبی چندین هزار تومن آیدی داره توش موشک هوا میکنه؟ اونجا محض خاطر اون پسر نیم وجبی یخشون گرفته. اونم تقصیر توه. اگه اون روز که قالپاق آورده بودن اون بلا رو سرشون در نمی آوردی، الان با مام یه قراردادی میبستن. الان تو کاوره افق طلایی تا شبی 2,000 تومن میگیرن. من حاضر شدم برای یه رو برنامه شبی 2,500 تومن بدم، ولی اونا قبول نکردن. گفتن اگه شبی 100,000 تومنم بدین تو کاوره شما یکی نمیخون. نزدیک بود بخوره تو کلم. به کسی چه؟ مگه مردم باید از اسرار مردم با اطلاع بشن؟ فکر عالی زد به سر. اینجا چه خبری؟ هیچی گمونم حراجی یا دارن اسباب کشی میکنن یا اینکه مبله رو میبرن خشکشوری. اگه اوضاع شما ناجور شد خدمتتون روی چشما. لبون به دهن بگیر. رست میگه ما در خدمتتون هستم. خداحافظ. هدیه کمک بگیرم. هدیه وکیل اوناست، به همه کارشون میرسه. حالا میتونی اون دختر رو بیچارش کنی؟ باش قربونت برم. الهی چه ماه شدی. جناب مرشد ازت سوالی دارم. بگو چه بحث ندارم. چه بابه میری تو حالا؟ زودتر بگو دیالا. اونه که یکه تو زندگی هیچ غم و غصه نداره. بیروزه میشه، خوشبخته میشه، به هر کاری دست میذاره. نه تو خیال شوم شب، نه تو نخی طلب و کارات. صاحب پول و ثروت و خونه و یار دلی داره. اون که دستش اینجوریه، پیش بالا دست اینجوریه، پیش زیر دست اینجوریه. خوشم اومده ای والله، خوب گفتی بارک الله.
جناب مرشد ای والا کدوم زنه ای که تو جهان بعدش کمی خطری نکی اگر ای که تفلکی بکنه حساب اونه بنکل پچه اگر نجابتی بکنه به عرش اعلام رسی اگه یه پاکجی بذاره بعدش بکلی فنکه باش اینجوریه اونی که نگاش اینجوریه بچه ها سلام بلن. خوشحالم از اینکه روز به روز موفق تر میشی خوبه من یه قرارداد 3 ماهه برای کنسرت شما به دور ایران براتون بستم ما هریچی داریم از شما داریم برای برنامه که شما برای ما ترتیب میدین مردم سرکله هم دیگه رو خوب کردن خیلی متشکرم راستی من از طرف خواهرم یه پیشنهاد خوبی واسه تون دارم دود کن زندگی منو تو دود کردی اونجازو بیاریم بذارین اینجا اینو ورش داریم بندازیم با خودش بیرون من از فردا برنامه اینجا رو مثل برنامه کابره ها میکنم اون وروجک هم هر طور شده میکشمش توی آت راستم خونه نبودی درست شد اونا قبول کردن تو تئاتر شما برنامه ایش رو کنن قربونت برم میدونستم این کار ازت برمیاد حالا بگو کی میاد 3 ماه دیگه چرا 3 ماه دیگه آخه قرارداد دارن تا 3 ماه دیگه ما کنج زندون خوابیدی آخه چاره ای ندارم حالا میدونم چی کارشون کنم میرین همه بچه ها رو خبر کنین شب که از تئاتر خارج شدن جلوشون رو میگیرین یا به زور قانعشون میکنین که اینجا برنامه اجرا کنن یا اینکه نه این کار خیلی خاطری میکشمش تو چند دفعه میخوای این بچه رو بکشی چی گفتی؟ چند دفعه؟ من 7 سالی دندون رو جگر گذاشتم برای آبروی خانوادمون من حتی یک کلمه هم حرف نزدم 7 سال پیش شب عید میخواستی بچه رو زیر چرخهای اتومبیل لیه کنی من نجاتش دادم من دهانتو به من بلا خفش میکنم بچه خودتی پسر منه بلی نمیذارم یه مو از سرش کم بشه روپاتو بپوشون نه خیر این آقا رضا با این شب 25 تومنش به ما شام بده نیست اگه تا چند دقیقه دیگه نیومدن بریم به شام خودمون برسیم آره یه پیغون دارم خیر باشی از کجا؟ از خانم شریف خانم شریف که میده؟ از خانم شریف گفتن یا سر هدیه رو براش ببریم یا خودشو چی؟ بیگانه بتونی از چنگ ما در بری رسی بوده خودی
اونجا چه خبره؟ اونجا اینجا هیچی برامون مهمون اومده بود داشتیم روبوسی بفرم. بله میخواستیم برخصیم جا قحطی بود اومدیم تو هوای آزاد. نگاه کن پاهای ما رو نگاه کن، به پاهای ما بنگری. دادگاه رعایت بکنید. اگه گذاشتم آب خوشم گلوش پای میداره حالا میبینید. و من به نام قانون تقاضای اشد مجازات رو برای این متهم دارم. به چرا؟ وکیل مدافع متهم ردیف یک، اظهارات خودتون رو بیان کنید. آقای رئیس دادگاه، اظهارات آقای دادستان درباره یک بچه دوست صحیح است، ولی نکته اصلی اینه که رضا موکل من بچه دوست نیست. خلی قربان ببخشینش. بسیار خوب، از محبتی دادگاه خارجش بکن. این شدی حرفی؟ بفرما. ادامه بدید. با کمال تأسف ناچارم برای نجات یک قهرمان بیگناه همه چیز رو اعتراف بکنم. 7 سال پیش شب عید خواهر من این طفل بیگناهو از خونه ی هووی خودش دزدید و میخواست اونو زیر چرخهای سنگین اتومبیل له بکنه. اکتیون ادیه حضار قیام کنن. خواهش میکنم بنشینید.
فکرشو نکن، من دفاع خودم از تو کردم. منشی دادگاه لطفاً رأی محکمه رو قرائت کنن. با توجه به محتویات پرونده و بیانات وکیل مدافع و اظهارات شهود پرونده، آقای بغض پاسکاریان و پاسبان پست و همدم و حسین قالبی، هاشم و قاسم منزوی، چون آقا رضا بی شهرت بدون اطلاع از وجود پدر و مادر طفل او را در خیابان یافته و از او نگهداری کرده و کلیه عواید او را برای پسنداز کرده است، از اتهامات وارده تبرئه. دو بانو زینت مسموم نژاد با توجه به اظهارات شهود و محتویات پرونده و اظهارات وکیل مدافع، در حالی که خواهر متهم می باشد، به علت شروع به قتل به 7 سال زندان با اعمال شاقه محکوم می گردد. جانه خانه چرا سه دایی مستفانه می این بیه داره که اینا دارن گل می کنند ایدیو آسو چرا قدر هنرمند پورتسا، چون طبق شواهد عام وجود عقدنامه و شناسنامه نام برده فرزند حقیقی و مسلم آقای شریف است، طبق قانون در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت و آقای رضا بی شهرت حق هیچ گونه مزاحمتی برای آقای شریف ندارد. بگان عزیز، قبل از هر چیز سال نو را به شما تبریک میگوییم و هدیه‌ای که امسال برای شما در نظر گرفتیم برنامه نابغه خردسال هدیه است. مدیریت تئاتر شریف با نهایت افتخار هدیه نوروزی خود را به تماشاگران عزیز خود تقدیم می کند. برنامه نابغه خردسال هدیه. نه بابا جون، تو دیگه یه مرد شدی، هیچ احتیاجی به من نداری. نه بابا، به خدا من بی تو هیچی نیستم. ببین پاهم داره میلرزه. ای خود میلرزه، گفتم که تو دیگه یه مرد شدی، تو باید رو پاهای خودت بنده بشی، فهمیدی؟ بابا پاهم داره میلرزه، تو برای تنها نذار. چی بیرم الهی؟ برو تو بیرم. نه بابا من نمیرم. بی خود میکنی نمیری؟ من دیگه نباید با تو کاری داشته باشم. من دیگه حقی ندارم بابای تو باشم. به تو میگم برو. ببین تو سالون چه فریادایی برای خاطر تو میدنن. 100,000 تا چیش پای تلویزیون تو نمیخواد. منو که نمیخواد. من میترسم بابا، تو نباشی من میترسم بابا. تو غلط میکنی میترسی. قانون منو از تو جدا کرده. من نمیرم بابا، نمیرم. تو باید بری، فهمیدی چی گفت؟ نه من نمیرم. برو. Thank you.
تو خدای من. سعدیه کجا رفت؟ نمیدونم. عجیبه. یعنی کجا ممکنه رفته باشه؟ بریم از اون بپرسیم. تو هدیه رو ندیدی ها؟ آه اون گوشه ها دیدم. اونجا دیدیش؟ اون وقت. بیا. بوده بیا. باید رفته باشیم بار. حتمانم رفته این بار. بیا. این برنامه را چند لحظه قطع کنیم چون هنرمند خردسال هدیه بنا به عللی از اجرای برنامه خودداری کرده است. فعلا نوار صدای او را از رادیو تلویزیون پخش می‌کنیم. متشکرم. تو صدای منی، تو صدای منی، تو بابای منی، تو رضای منی، تو بابای منی، خدای هدیه میخواد خودشو بکشه. هدیه؟ هدیه!
تیر میندستی خوبه بیا بیا جمعه تر نیفتی نیفتی افتاده من حالا دیگه دو تا هدیه دارم جانم جان هن هن نمیخواد دل نازکت برای من شور بزنه ما با هم نامزد شدیم هن